آخه سالها قصد فریاد زده بود که در زمینهای اقتصادی اجتماعی مرزبندی اصلی نه بین با خدا و بی خدا، بلکه بین استثمار شونده و استثمار کننده. این براش اصل بود، اصل خسته ناپذیر. با سکوتش شرط بازجو رو زیر پا لحظه. اما بازجو از رو نرفت. این بار گام دیگه برداشت، از پشت به حنیف نزدیک شد. بعد صدای تو اتاقه زد و گفت شرط دوم، مبارزه مسلحانه رو محکوم کن. سکوت، سکوتی سنگین و باوقار. آخه اعتقادش بود، مرز خسته ناپذیرش با سازش کاری و مماشات بود، زبون خشم مردمش در برابر حکام خونریز بود. پس باز هم زندان خشم بر جگر خسته بست و خیج شد. سربازی بدبختر از اون بود که بتونه این همه عظمت تاب کنه. این بار پاهای بیرمقش آروم پشت سر خودش کشید و به سمت میگشتن. بعد در حالی که انگار پیشا پیش پاسخ حنیف رو حس داده بود روی صندلی وای. شرط سوم، بگو سازمان وابسته به عراقه، بگو از عراق دستور میگیره. سکوت سرشار از سخنان را گفته است. باز هم سخن نگفت. آخه مجاهد خلق ایران بود، سازمانی رو برای مجاهدت علیه دشمنان خلق ایران پیافکنده بود. بازجو در برابر اراده ستوری که مقابلش ایستاده بود هیچ حرفی برای گفتن نداشت. با مشت ناتوانی و ضعف بر میز کوبید و گفت همگی اعدام. و چهارمین ارزشی که امروز میخواییم راجع به اون صحبت کنیم درست از همین نقطه آغاز میشه. اینجا عرصه درخشش کلمه فدا، همون ارزش بی‌جایگزینی که بر سرلوحه مکتب مجاهدین نقش بسته و تا امروز هم از مبارزه مردم ایران مسئله هم میکنه. قبل از اینکه از اینجا جلوتر بریم باید به یه سوال برحق و واقعی جواب بدیم. اونم اینه که اگه حنیف میزاد یارانش میموندن میتونستن خیلی کارا برای سازمانشون بکنن. بالاخره اونا صاحبانش بودن. اگه خودشون رو مثلا با یه ترفند ترکیشی زنده نگه میداشتن میتونستن آینده سازمانشون رو تضمین‌دارتر بکنن. اصلا بس هم حفظ خودشون نیست، منظورم تضمین موندگاری سازمانشونه. پس چرا شهادت انتخاب کردن؟ حنیف بنیانگذار و یاران پاکبازش با ایستادگی بر اصول عزم فتح قله‌ای را در سر داشتند که تا آن روزگار فرد ناشده باقی مانده بود. تا آن روز بودند بسیاری مدعیان مبارزه که وقتی به سد دیوارهای بلند زندان و تیرک‌های اعدام رسیدند دست بالا کرده و مسیر ندامت پیش گرفتند. آنها جان خود را حفظ کردند ولی بعض یأس و دلمردگی را روی آرمان‌های خلقشان پاشیدند. بنابراین برای بنیانگذاران هدف از ایستادگی بر روی اصول تداوم مبارزه، هدف به حرکت درآوردن یک نسل و تغییر یک دوران بود. برای در هم شکستن طلسم دیکتاتوری و بر هم زدن جزیره ثباتی که شاه مدعی آن بود باید قیمتی در آن حد و اندازه پرداخت می‌شد. فدای جان که حداقل بود. حنیف حتی حاضر بود سازمانش را هم فدا کند و البته خوب می‌دانست که راز و رمز بقای سازمانش هم همین فدا و همین از خود گذشتگی بود. حنیف کبیر وقتی تصمیم به فدای خودش و تمام مرکزیت سازمان گرفت شاید نمی‌دانست که خدا از قضا نزدیک‌ترین عضو مرکزیت به خودش یعنی مسعود را به شکلی معجزه‌آسا با تلاش‌های دکتر کاظم رجبی حفظ می‌کند.